این نظام گرفتید و امتیاز می گیرید و معاش گرفتید. الحمدلله خوشبختانه جدم تاجر، پدرم تاجر، از یک خانواده تاجر. آی هنگفته که برای من ارائه شد، اگر برای تو پیش می شد خواب از چشمان تو میر. و برکات. چند نکته می خواهم به خاطر صحبت های آقای حلیمی وزیر ارشاد حج و اوقاف اشاره داشته باشم. می خواهم این نکته را بگویم. آقای حلیمی اشاره کردن که شما امتیاز از این نظام گرفتید و امتیاز می گیرید و معاش گرفتید. الحمدلله خوشبختانه به لطف و فضل الهی هیچ ضرورتی نداشتم که دست خود را پیش حکومت فرسوده و دست نشانده یهود و نصارا دراز بکنم. جدم تاجر، پدرم تاجر، از یک خانواده تاجر و کاکاهایم تاجر. و الحمدلله امروز مدرسه ها دارم، هزاران شاگرد دارم به لطف و الهی و فضل الهی که همه با کمک های تجار خیر، تجار این سرزمین خیر تمویل میکنن. نیازی نبود و نیست که ما دست خود را پیش نوکران غرب دراز بکنیم. آقای حلیمی، امتیازهایی که برای ما پیش شد، مبلغهای هنگفته که برای من ارائه شد، اگر برای تو پیش می شد خواب از چشمان تو می رفت. آقای حلیمی، علما را از مرگ و از زندان و از شهادت و از تهدید و از این مسائل نترسانید. الان علمای ربانی پشت میله های زندان های شما هستند. الان هر روز روزانه علمای ربانی در این سرزمین شهید میشن. شما غیر از اینکه امنیت رقاصه ها را بگیرید، اما علما که شهید شدن چه کار کردید؟ چی هنر به خرج دادید؟ آقای حلیمی، علما را از مرگ نترسانید که این شهادت افتخار حیات تو و زندگی تو در بردگی و غلامی ذلت و خاری هست. آقای حلیمی، دنیا ارزش نداره. این دنیا فانی هست که به خاطر قوت و قدرت و چوکی بیایید دروغ بگویید، بیایید تهمت بزنید، بیایید الفاظ را به زبان خود جا. آقای حلیمی، 20 سال هست که منبر انصار حق و حقیقت را بیان کرده، حق و حقیقت را بیان کرده. آن زمانی که منبر انصار حق می گفت و حق را بیان می کرد، شما کجا بودید؟ بعضی از اون دوستان و رفیقان و ماحول شما که قرار دارن با ما کل گزارش را دادن که شما چه کار می کردید؟ شما چقدر بتپاکی یهود و نصارا و دشمنان الله و رسول را کردید تا به پست وزارت رسیدید؟ امروز می آیید حرفهای برای علما می گویید که ملت افغانستان